در همین زمان رئیس جمهور کنونی آمریکا در فتنه 88 یکی از این شبکه‌های اجتماعی که می‌توانست عامل فتنه و فتنه‌گران قرار بگیره احتیاج به تعمیر داشت، دولت آمریکا از او خواست تعمیراتش عقب بندازه. امیدوار بودن که بتوانن با این کارهای رسانه‌ای و شبکه فیسبوک و توییتر و امثال اینها بتونن نظام جمهوری اسلامی رو براندازن، خیالهای احمقانه خام، لذا نگذاشتن تعمیراتشو در اون برهه انجام بده، گفتن تأخیر بینداز، فعلا برس به این کار واجبتر. همه وسائل و ابزارها رو اینا به خط کردن در مقابل نظام جمهوری اسلامی. تحریم هم یکی از این هاست، تحریم هم یکی از همین هاست، تحریم یکی از این ابزار هاست. این ابزار از نظر اونها برای شکست نظام جمهوری اسلامی است. اشتباه اونها این است که ملت ایران را نشناختن، اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما را نشناختن، اشتباه اونها این است که از خطاهای گذشتهشون درس نگرفتن، لذا امیدوارن بتوانند با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. البته توجه بفرمایید این شعارها رو بذارید در وقت خودش انشاءالله شعار بدید. اونا خودشون میدانن که تحریم کارساز نیست براشون، دلیلش این است که تهدید نظامی را هم چاشنی میکنن. خب اگر تهدید میتوانست مقصود شما رو برآورده کنه، چرا تهدید نظامی دیگه میکنید؟ این نشان دهنده است که تحریم بنابراین مقصود اونها رو برآورده نمیکنه، کارساز نیست. مجبورن تهدید نظامی هم بکنن که البته این تهدیدهای نظامیشون عمل بسیار مشمئز کننده و نفرت انگیزی است. پی در پی رئیس جمهورشون یکیشون به جای تهدید نظامی این و آن، برید اقتصاد ویران شده خودتون رو ترمیم کنید، برید کاری کنید که دولتتون 15 روز 16 روز تعطیل نشود، برید قرض هاتون رو ادا کنید، فکری به سر و سامان دادن کار اقتصادیتون بکنید. بدونن ملت ایران همونطور که گفتیم با همه مردم دنیا، با ملت‌های دنیا، اما اخون لک فی دینک او شبیه لک فی خلقک است، احترام میذاره، اما با متعرض برخورد ملت ایران برخورد پشیمان کننده است، اونچنان سیلی به متعرض خواهد زد که هرگز فراموش نکنه. در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل شبکه سرمایه‌داری صهیونیستی، خودشون رو موظف می‌دانن که گاهی یه حرفی بپرونن، یه چیزی بگن که این هم مایه وهن و ذلت اونهاست. رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که
پایه‌های اون به شدت سست است. رژیم صهیونیستی محکوم به زواله. رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است. با حرکت زور به وجود آمده است. هیچ پدیده‌ای و موجودی که با زور به وجود آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست. دفاع کسانی که به نحوی وامدار شبکه سرمایه‌داری صهیونیستی هستند از این رژیم مفلوک صهیونیستی مایه بی‌آبرویی آنهاست. بعضی از اروپایی‌ها هم متاسفانه تملق میگن، میرن در مقابل این موجوداتی که نام انسان برای اونها حیف است. این سردمداران رژیم صهیونیستی واقعا مثل وحوش میمونن، اینا رو نمیشه انسان نامید. میرن در مقابل اینها تملقشون رو میگن، خودشون رو کوچک میکنن، ملتشون رو تحقیر میکنن. در اروپا ملت فرانسه یک روزی اعتبار سیاسی به دست آورد به خاطر اینکه رئیس جمهور آن روز فرانسه اجازه نداد انگلیس را، به خاطر اینکه انگلیس وابسته به آمریکاست، اجازه نداد که انگلیس وارد بازار مشترک اروپا بشه. این مایه اعتبار فرانسه شد. در دنیا اون روز دولت فرانسه اعتبارش زیاد شد به خاطر اینکه در مقابل آمریکا ایستاد و انگلیس را که متصل به آمریکا بود اجازه نداد وارد بازار مشترک اروپا بشه. اعتبار یک ملت اینجور به وجود میاد. حالا همون کشور دولت مردانش نه فقط در مقابل آمریکا، برن در مقابل صهیونیست های نحس نجس اظهار کوچکی و تواضع بکنن. این مایه سرشکستگی ملت فرانسه است که البته خودشون باید علاج کنند.